بنامی خداوندی بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نیت شماره 182 را امروز تقدیم می نماییم. بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه و همراهی نمودن با ما کوتاهی نکنید. انشاءالله حق به حقدار می رسد و پیروزی از آن ما و شما ملت و مردمی مظلومی تاجیک و تاجیکستانی است. برنامه 182 نامه ها از ناحیه ها، خوب عنوانش را گذاشتیم، پنج نارا. میلیسا سال هاست که دیگر محافظ قانون، حمایتگر انسان و ناظر ترتیبات در جمعیت نیست. میلیسای امروزه تاجیکستان بیننده گرامی دوست در لباس میلیسا است. میلیسای امروز فکر و اندیشه چی طور یک کس را غارت کردن، غلطانیدن، شینانده و پول کندن است. امامعلی رحمانوف این سیستم را اساس گذاشت. رحمانوف سیستم ای پاره و رشوت و به قانونی را اساس گذاشت. هیچ نفر را نمیتوان پیدا کرد که بگوید میلیسا به مشکلات وی حقا رسیدگی کرد. سه نامه علاحیده از پنج به دستی ما رسید. هر سه نامه هم از نیرنگ و فیره و بوختان های میلیسه ها حکایتی والایه میدهد. وقتی این نامه ها را بیننده گرامی میبینید، وقتی مطالعه کردم و شما هم که این برنامه را میبینید، مطمئن خواهید شد که پنج ناآرام است. اما نه آن ناآرامی و نه آن پنجی که شاعر میرسید میرشکر در نظر دارد. داستان پنج ناآرامی میرسید میرشکر دیگر است. و پنج ناآرامی که ما حالا میگوییم وارد شدن نامه های مفصل، اول از باختر و سپس از جیهون و یا قمسنگیر، حالا از پنج که دلالتگر ارتباط قوی مردم با اصلاح است. برنامه نامه ها از ناحیه ها یک منبری رسانیدن عرض و شکایت ها و بازگویی حقیقت ها شده است که الحمدلله خود شما هم شاهدی آن هستید. نامه اول، داستان بیگ، دولت کولابی و توردیف دولت. بله، در اول به خود مردم ناحیه پنج رساندنیم که بوزها و قاتلان ناحیه را بشناسند و بدانند تا خودشان را احتیاط کنند. این بوزها در معرکه ها میشینند، خود را آدمان بیگناه و بیغبار میتراشند، از آدمان گپ گرفته و مقامات حفظ حقوق میرسانند که فلان آدم این خیل گفت، دیگرش نسبت دولت آن خیل گفت. یکی از چنین نفرانی که در ناحیه پنج مردم را به تمام می مقامات میفروشد و خودش برای پول کار کردن جنایت ها را تشکیل میکنند و گفته خودشان با مصلحت پیشکی و آمده از مردمی کمبغلی بیچاره پول میستاند. دولت کلابی که او را همچون یزنه میشناسند، یعنی توردیف دولت نام دارد، این بوز خودش زاده شهری کلابی باستان میباشد. وقت های جنگ شهروندی در سال 1993 به این ناحیه آمده، همچون رئیس رایپا تا سال 1999 کار کرد، اما با مواد مخدر به دست می افتد و 15 سال روانه زندان می شود. سال 2014 از زندان برآمد. از همان سال تا حال کارش بوزی است. این شخص در ناحیه با معاون شعبه وزارت کارهای داخلی تبرف دولتشاه جوره اند. در وقت جنگ اینها بسیار کارهای زیشت کرده گیند و تا حال این کارهایشان را ادامه داده ایستادند. این معاون شعبه وزارت کارهای داخلی از طرف کلاب است. اینها هم شهر هستند. این دولت کلابی از پشت بوزیش، از پشت دیوسیش صاحب ماشین شده و به گفتی خودش در دوشنبه خانه گرفته است. یکی از مواردهای بوزیش این است بیننده گرامی که پسر عمه خودش را که داستان بیگ نام دارد و در یک مغازه همچون یاردمچی بیچاره، یاردمچی مدیر مغازه کار میکرد، برای 2 کیلو کنفتی مهلتش گذشته خبر میکشد و از او 70,000 سامانیش را میگیرند. شخصی بیگانه را نه، پسر عمه خودش را. اکنون ببینید که این مگر به شخص دیگر رحم میکند؟ واقعه چنین میشود. تقریبا ماهای آگوست سال 2023 دولت کلابی پیش تبرف آمده میگوید که من یک راهی پولکارکنی را یافتم. اگر پلان من توغری گیره، باور کن چی خیل پول خودش میآید. تبرف میگوید که چی کرای؟ میگه که من بچه عمه ساده فلک دارم، همو را یک جلوشه کشیدن در کرای. چرا دولت دوستانبک بچه عمه ساده فلکش را چپ میگیرد؟ کدام وقت دولت کلابی از دوستانبک خواهش میکند که به من یک موتورسیکل هزوم بیار، اما دوستانبک به پول نمیارد. دولت کلابی از بس که دوستانبک پشو نگرفت، در پای قصدگیری میشود و عملیات قصدگیری از همین جا شروع میشود. دولت شاه تبروف زمنچلی که میلیسا گپ های دولت کلابی رو میشنود و میگوید این سویش را به من گذار، اینش را من حل میکنم. بعد از 3 روز صاحب مغازه را به شعبه وزارت کارهای داخلی 5 گویا برای تفتیش حجت های مغازه اش دعوت میکنند. صاحب مغازه دوستانبک را میگوید که من را به شبکه دعوت کردند، تا آمدن من تو مغازه را نگاه کن، سودا کن.
صاحب مغازه به شوکده می رود. خیرالله ساکنی اینجا و یک نفری که به دولت کولابی در زندان نشسته بود و با خواهش دولت در نزد مغازه پایده می ایستد، در را به دولت زنگ زده خبر را می رساند که دوستان بیگ در مغازه است و کار را سر کرده است. دولت شاه تبرک معاون سردار شوکده طبق مصلحت پیشکی در حال از سن اپیدمستانسیا به مغازه چند نفر را می فرستد. آدمانی سنید پیدیم سانسیا با مغازه می درآیند و می گویند که ما برای تفتیش آمدیم که ما با دایگان محصولاتی پرس روشنی نداشته باشید. یه مهلت گذشته. دوستان بگ می گوید صاحب مغازه نیست. آمد بعد بیایید. اینها نیم و باید حاضر تفتیش کنیم. از ولایت کمیسی آمده استاده است. تا آمدنی آنها ما باید مغازه ها را آگاه و محصولاتی مهلتش گذشته را نابود کنیم می گویند. دوستان بگ با صاحب مغازه زنگ می زند. صاحب مغازه در شبکه تلفنش را از نزدیک که پپی می گیرند. این کارمندی سن اپیدمستانسیا می گوید وقت نداریم. ما یک می بینیم که یکان چیزی پرس روشنی دارد یا نه. گفتم مغازه را پرورکه می کنند. تفتیش می کنند. یکان چیز نمی یابند. و با سکلدش در آمده 2 کیلو شکلدی ستپ و می دونه که مهلتش گذشته می یابند. و آن را گرفته با خودشان می برند. بعد یک هفته آمدنی سن اپیدمستانسیا از پراکراتورا دوستان بگ را زنگ زده می گویند که با پراکراتورا بیاید. دوستان بگی به چرا می رود او را تا ساعت 9 شام در عدل نگاه داشته دلو کرده همان شب برده با ایویسی 5 محکم می کنند. پگاهش اداره سود آورده سانکسیه گرفته با سیزای قرغان تپه روانش می کنند. در وقتی از اداره سود با ماشین سوار کردن دوستان بگ دولت پیدا می شود و دوستان بگ دولت را دیده می گوید تمام را محکم کردستند. خانگیان نمی داند خانگیان را بگین مرا سیزای قرغان بردستند. دولت گویا از هیچ چیز بیخبر است. آب بچه همی جدهیم کو ترکی قمه میکنه بیس پیشی سود بدرون کو چیگا پای گفته اداره سود میدروید و بچه امه اش را گرفته با سیزا میبرند. دولت به خانگی های دوستان بک یکان چیز نمیگوید. اهل خانواده 3 روز پس درکش را یافته سیزا میروند. مادرش زیاده نام دارد. رفته میپرسد بچهش را که چی گپ است. بچهش میگوید که اوچه من نمیدونم برای چی من را محکم کردن و از مادرش میپرسد که مگر تقای دولت هم شما را نگفت که من را به سیزا آوردن. مادرش میگوید که نه من را یکان کس یکان چی نگفته است. دوستان بک میگوید که من را با ماشین سوار کرده ایستاده بودند که تقای دولت هم را دیدم. گفتم شکی خانگی را بگین مرا سیزا بردیستند. گفت که من پیش سود بودم چی گپای به همین من را گرفته سیزا آوردند. او در آمده بود پیش سود که برند پیش تقای دولت سود چی گفته باشد. مادرش از آنجا راست پیش دولت می آید و می گوید که تو پسرم را دیدی سیزا بردستن شد و مورا نگفتی. بعد پیش سود آمده است من می فهمم که چی بطره محکم کرده و همین مورم یکان چی نگفتی که پیش سود را آمده باشی بچم برای چی محکم کردن بچم هم. دولت میگه که بچت پرادوکته های پرس روشنی یا مهلت گذشته را فروخت است. پرویر کرفتن قپیدن شد برای همو محکمش کردن. مرا با این کارو خوش نکنین. برین پیش سود همشه میگه. اینومی من گب زنین ممکن یکان یاردم تون کنه. تمام من همی قیاردم کده میتونم برین گفته پیش سود رویشون میکنن. زیاده مادرش میره و پیش سود میدرویه میپرسه و از نام دولت گب میزنه. سودیا میگه که اپا بچت همین گناه کرده است. ما به حبس پیشکش گرفتیم. حالی سودچا بعدی به انجام رسیدن تفتیشات میبینیم. یکان گپ شود به دولت میگیم. گفته پس میگرداند. مادر بیچاره رفته در پیش سیزا خواب میرود. در سیزا بچهش را آنقدر میزنند که وقتی با مادرش بخوردن گریه میکند. اوچه جان خونه را فروخته باشدم من را از اینجا برور. یعنی خونه را فروش مرا برور ایجا. مادرش گریسته پیش سود میآید. سود میگه برا دولت بین ما گپام دولت گفتگیم. باز پیش دولت میآید. دولت یکان علاج ندارد. بچه تا 5 سال محکم میکنند. گفته میترسان را و میفزاید برا خونت با برا قطی سود مسیحت کنم ممکن یکان راه داشته گیز گفته روی میکند. و همین طور مادری بچه را هر روز سرسان و سرگردان میکند و این بچه 22 روز در سیزای خورغان خواب میرود. 4 روز پیش از سودی دوستان بگ زیاده را میگوید که ما قطی سود مسیحت کردم 70,000 سامانی گفته است. اگر تو سود شایفته تو نیستی پولنی بچه تا آزاد میکنم شد. تمام. این زنی بیچاره مظلوم گریسته هرچی در بود و بیساتش بود بیچاره کمپیر تا کرپا و بالینش رو فروخته می آرد و به دولتی کلابی و چه تقایش می دید. اینها پول رو گرفته 6,700 سومانیش رو همچون جریمه 10,000 رو با سودیه و با قیمانده رو با تبرف تقسیم می کنند. دوستان بک رو از سر سود آزاد می کنند. بعدم دوستان بک به روسیه قرضکنی رفتنی می شود. از ایرپورت بشوره را میگردانند که تو یکان جا برآمده نمیتونی ای تاجیکستان. مادرش از این وضعیت عصبانی شده پیش دولتی تقاش آمده پولهایم را برگردان تو یکان کار حل نکردی میگوید. دولت گشته میگوید که خوب فلان چی از پیشم. با شما را چی میفوره صغیرت ابرو وردم ایسیزا تو با چی ایخه نغمه بازی کرده سای برای ای دست چی کار میاد بکنین. خلای زیاده از حالتی کار آگاه شده میفهمد که پسرش فقط با جریمه آزاد میشده است. پیش سود میرود زبس میکند عبدالرحمن زاده رئیس سود را و
از آنجا گشته باز پیشی دولت می آید. می گوید من از همه کار آگاه هم، زپیس دارم در دستم، شما بچه مرا مخصوص تشکیل کردید و از من پول کندید. یگان کارم را هم حل نکردید. من رفته زپیس را به کروپسیه می سپرم. گفته به اداره کروپسیه ولایت می رود. و زپیس را می دید. بچه های کروپسیه می گویند ما این کار را حل می کنیم. پول هایتان را گرفته می دیم. از این کار دولت خبردار شده و روسیه گرفته می رود. دو روز پس از رفتن دولت رئیسی سودی ناحیه 5 را دستگیر میکنند و پای زیاده را باز کروپسیه ولایت دعوت کرده عریضه و بیاناتش را میگیرند و میگویند که ما پولاتونا برمیگردانیم. دولت از روسیه ایستاده اون رفیقش خیرالله را و نزدی زیاده روان میکند که رفته عریضه‌اش را گیرد نباشد آماده میکشمش و در کار باشد یک عمر ترمه میشم. گفته تهدید میکند. بیچاره زن چیکار کردنش را نمیدوند. این مبلغ ها را رئیس سود و کلا گرفته در جایش واستنوید میکند. و بچه های کروپسیه زیاده را دعوت کرده میگویند ما حاضر رئیس سود را آورده روبرو میکنیم و مبلغت را گرفته میروی. زن بیچاره از ترس من به یگان کس پول ندادم عریضه ام را میگیرم. گفته عریضه اش را پس میگیرد و پول را نمیگیرد. با همین دولت از روسیه برگشته آمده باز همان بوزی و دایوسیش را دوام داده ایستاده است. در پنج دولت زنش را آشکارا به شعبه میلیسیه پنج و نزدی تبروف برای حجتهایش را درست کردن برده می سپرد و خودش در بیرونش داد می کند. دولت یک پسر و یک دختر دارد. دخترش را برگر شوهر داده بود. دخترش را هم همین خیل عدل کار میکند. ده همین کاروی عدل. گفته من از یه تبروف میارد. از این کار دامادش خبر یافته دخترش را طلاق کرد. تبروف رفته برای دخترش از دوشنبه پیش کاروان کوارتیره یک خونه گرفته میدید و باز یک ماشینی شویرالت شم خریده میدید. بگار کنید اینو دایوس هم سبحان الله. دولت یک دایوس و یک انسانی بسیار هم پس فطرت است. عرق را خورده مست می شود و باز می گوید من مردمی پنجه ای دختری پنج سالش تازنه که پنجه سالشه خوب فلان کردگیم. در کار باشم مردوشم همین خیل میکنم. 90-90 تایوتا کمری دو مکری اسفالت داره. یک روز دولت سوار می شود یک روز دیگر تبرو. برادر اگر من درباره دولت نویسم جنایت هایش تمام نمی شود. من گفتنی هم که مردمی پنج چشمانتان را کشوید. خب این یک نامه مخصوص بود که در همین مورد به اصلاح روان شد و تقدیمی شما شد. واقعا خیلی دهشت است. مگر رئیسی میلیسیه پنج نمیدیده باشد این رو، پراکراتورا نمیبیند، کروپشن نمیبیند که چنین افراد میگردند و نام دولت رو پس میکنند. نمیدونم من باز با کدام شکل و با کدام نمود و با کدام زبان گوییم او کجا اینجا خیانت است. ما کجا خیانت کردیم؟ ما جنایت جنایتکارانی که شما باید دستگیر کنید اصلاح آنها را برایتان معرفی دارد و خودتان هم خوب میدونید آنها را، اما چون از آنها پول میگیرید و از آنها منفعت دارید آنها را میگذارید تا اینکه مردم را به همین حالت آرند و مردم لعنت رحمانوف را میکنند و مریم گرسوخته را. خوب دیگر این هم به انصاف و به یعنی تینتی خود شماست. میخواهید ادامه دهید تا اینکه مردم مریم را لعنت کنند و پدر نامعلوم رحمانوف را و حکومت رحمانوف را. نامه دوم قربانی زمنچ، بوزمکوف و ابرار و جمشیدی حساریوف ها. ناحیه 5 کلخوز کبود سیف‌الدین رئیس جماعت کبود سیف‌الدین یونس پسر کبود سیف‌الدین است. این رئیس جماعت از هر یک سگ و پیشه قرضدار است. رئیس ناحیه بود، حاضر رئیس جماعت شدگی است. اما این نوشته ما درباره رئیس جماعت نیست، درباره حساریف جمشید و حساریف ابرار و پدرشان علی پیون که با همین نام میشناسندش. علی پیون از دهه پرتسزد است. این دو نفر نرکبران و بوزی منتو میباشد. یک خواهر آنها ایساریه و ستاره میباشد. شوهر ستاره عارف نام دارد. یک یزنه دیگرشان ایکولاب میباشد. کمازیست است. ایساریه ها حالا در قزاقان میشینند. اما آنها را همه همچون ساکنانی پرتسز میشناسند. جمشید و ابرار و پدرشان علی پیون چنان گفتیم بوزهای مقاماتند. شغل اساسیشان قاچاق نارکوتیک میباشد. اینها به گفت مردم فقط منت سر میکنند. عارف دامادشان را با بارهای جمشید و ابرار قپیدند. فقط گپشان این است که ما بالا بالاها را میخرونیم. چند جایهایی را که در ناحیه گرفتند فقط بر عوض بار به دست آوردند. اینها به حاج رحمت الله برادر زن امام علی رحمانوف و زایر داماد کلانی امام علی رحمانوف بار میدهند و در هر کجا از نام همینها یعنی کتکتهای چنانه که در ناحیه میگویند گپ میزنند. آن یزنه دیگرشان که وی هم کم عزیز دلنبای شکست کاری اساسیش کشاندن بارهای جمشید و ابرار می باشد. یک هکتر در حاشیه راهی ناحیه طرفی رودکی زمین گرفته زوادی شب بنراز کردند. اما این زواد برای اطواد گلزه است. اینها بار را میبرند و در همان تریتوریا ها از جمله همان زوادی شبین بجا میکنند و از آنجا به خریدارها میفروشند. چند بار این دو یزنه و چند شاگرد های حساریف را قپیدند. با کم از هم قپیدند. 100-200 هزار دلار داده جانشان خلاص کردند. افتباز ای طرف مدنیت را برای قرضی بارشان گرفتند. دو مغازه استروی متریال شیفر و تخته دارند. اینها را هم با بار برتر کردگیند. همین تاشکه هایشان را با وهابی سیاه بر ایوازی
یعنی کردگی هم. سیتاره خواهر جمشید یک بیره هست. عارفی شوی سیتاره را دو سال پیش قپیدگی هم. 28 هزار دلار داده خلاص کردن. سیتاره پیشتر تلفن فروش بود. چند وقت پیش یکی از یزنهاشون عارف را با 70 کیلو قپیدن. گفتن که کار را با کلاب گیر مطره میبروریم. اما این آدم علیه حساریف جمشید پکزنی داد. به نچلنیک میلیسیای پیشینه 80 هزار دلار پارا داده نجات یافتند. جمشید و ابرار افغانهای شریکان تجارتی مواد مخدرشان را با 350 هزار دلار کیدت کردند. افغانها که مالیو بای سلدت هم میزنیم بگذار دولت فهمد که چیگه پست سلدت را میبریم میکشیم یا میرویم یگان زسته را تیر شب میکنیم. سپس میگیم که حساریف جمشید و ابرار کردگی هم. جمشید، ابرار و وهابی سیاه قریب 1 میلیون دلار از افغانها قرض دارند. این قضیه را باید مقامات خوب دقت دهند که باز چند وقت پس هزار تهمتی بر دروغ نکنند وقتی یگان حادثه سر میزند. حساریف جمشید با افغانها قطع رابطه کرده تلفنش را کشت. اما افغانها قصد جمشید و ابرار را از سربازهای سرحدبان گرفتنی‌اند. قصد کشتن سلدتهای بیگناه بیچاره را دارند. تا دولت از کردارهای جمشید و ابرار باخبر شود 350 هزار دلار جمشید و وهابی سیاه 600 هزار دلار از افغانها قرض دارند و پولها را بتیند. در این قرض حصه سهراب سرخ و مخصوم خلیل هم خیلی زیاد است. اینها همش یک روگند. محمد نیهال، مخصوم خلیل، سهراب سرخ همگی از یک روگند. دفعه گذشته افغانها چند سلدت را زنده گرفتند زلاجنیک. امنیت چیکار کرد پس گرفتشان توسط دیگر شخصها. حاضر باز همان نغمه را در پنج سر کرده گیند. جمشید و ابرار افغانها را کیدت کرده پولها را با منتها میدهند. حساریف جمشید یک پردا دارد که با بارکشی اسپید نمیکند. جمشید حساریف، ابرار حساریف پسران علی پیون را سردار سابق شعبه وزارت کارهای داخلی 5 جمعخان نظر بازداشت میکند. این بازداشت بر اساس 2000 دلار آمریکایی قبول کردند. از خریدارهای مصالح ساختمانی صورت میگیرد. طبق معلومات این دو را یک اوگلاونی روز پستاوشان میکند. تنها 80 هزار دلار جمعخان نظر میگیرد. این چونین در سود باشد 150 هزار سومونی دالیا میدهند و 100 هزار سومونی جریمه داده آزاد میشوند. یک وقت برهایشان را قپیدند. برها را از وهابی سیاه قپیدند و وای بیانات داد. وهابی سیاه شریک تجارتی نارکوتیکی جمشید او را فروخت. علیه جمشید نشان داد داد و سردار میلیسای پیشینه که جمعخان نظر بود 100 هزار دلار داده خلاص خورد. وقتی جمشید را قپیدند و جمعخان نظر 100 هزار دلارشون را گرفت، اول جمشید را ترسوند که سزایت میبریم. از بس که جمشید چندین نفر را پستوید کردگی بود و بعضی از آنها عین زمان در سیزا بودند و امکان داشت که بعضی از آنها را برای این یا آن کار از زندان به سیزا آوردند، از روبرو آمدن به آنها سخت ترسید. وقتی جمشید در پشت عدل 5 که ایو ایس بود بلیسه ها وی را آخرجا و یا خورگاه کردگی بودند. چنانه که فتا سعید در وقتش نظام خان جورایف را فوچیده قاق کرده بود آن همی خیلش کردند. در تالار ریاست کارهای داخلی ختلان جلسه برگزار شد. در آن جلسه عکسی و وهابی سیاه را با ریش و فشش نشان دادند. عبدالرحمن بوزمکوف قربانی زمنچلنیکی 5 را خزانده پرسید است که ایره میشناسی؟ گفت است که ها قطیش یک بار شیشتو خیز کرده گیم. بوزمکوف با قربانی زمنچلنیک گفت است که چی روی اوچه تلخشه میکنی پدر لعنتی حرامی پستاینی تو قطی همین بودی. بوزمکوف در این جلسه قربانی زمنچلنیکی 5 را دشنام های قبیه داده فلانی زن میزنمد در تنه دیور کلاس گوری میچسبی میگشت. خیلازاده قربان ستار زمنچ گفت است که یک بار کردم همی کار خیل. بوزمکوف گفت است که یک بار نکردی. همه کارهایت را خوب میدونم. خوب دقت دید. معاونی وزارت کارهای داخلی بوزمکوف میدونه که انا همین خیرالله‌زاده قربان ستار ریزم نچلنیک کارش فقط همین نارکوتیک فروشی و یعنی که کوری رواد کردن همین نارکبرانو های. خوب دقت دید بیننده گرامی که باز عاقبت چی میشود. قربانی زمنچ اگر کار نکرده باشد 500-600 هزار، اما وقتی صحبت داشتم در این مورد گفتن اکا از 1 میلیون زیاد کار کردگی. 500-600 هزار این کمترین مینیموم پلی کار کردگی شه. میگن که قربانی زمنچ اگر کار نکرده باشد 500-600 هزار دلار فقط از وهابی سیاه کار کردگی است. همراه خیرالله‌زاده قربانی ستار سردار اوری ختلان هم بود. حالا در کدام از ناحیه های ولایت سوخت سردار ملیسش دگیه؟ اناک میگن که در ولایت سوخت، یعنی که رئیس ملیسش دگیه، یعنی که قربانی زمنش. خوب دقت دید. در آخر همه شب باز مینه که میفهمید. بارهای جمشید ابرار را وهابی سیاه میکشند. خیرالله‌زاده قربان ستار و همان نچلنیک سابق اوری ختلان سپروژدهشی بودند. جمشید و ابرار سومی کلان برای سپروژدهشیشان جدا کرده بودند. حاضر باشد جمشید و ابرار هم سود هم پرکرار و هم نچلنیک میلیسیای نو آمده پد پلکونیک میلیسیا شمسلازاده بهرام سلام سردار شبکه 5 نیز در دالیا شنوندگی اند. عبدالرحمن علمشاه‌زاده بوزمکوف که حالا
کاندیدی شماره یک بجای رمضان رحیمزاده بقچه وزیر کارهای داخله است. خودش خیرالله‌زاده قربان ستار را گفتگی است که میزنم کلاست بره دیوالده میچسپی سموی مردم هم میگیری باید کز میکنی گفته بودش. طبقی معلومات دیگر این است که بوزمکوف پولی خوب گرفته است و دیگر بوزمکوف هم کرشگیشان میکند. یعنی کارها حل شد. اما بیننده عزیز و گرامی، خیرالله‌زاده قربانی زمنچ به حد از خود رفتگی است که دجه در پیش پاست خانه راست کرد. قربان از سومهای وهابی سیاه در پیش بازار یک دستگاهی پخت زنه خریده و کار در آورد. در پیش جمعه بازاری پنج لبی چگن میگویند که اون را هر کس پنجی ها خوب میدانند. بوزمکوف در مجلس گفته است محمد بول تو را چی برنامه کرده است راستود میگه. ماشینی 60,000 دلار را دادن غره چپا کردی. کارت فقط این است که چی طور تهمت کنی یکان کسو برای و سوم بکنی ایو. همون نچندیکی اوگلاونی روز که ولایت ختلان از نام وزیر و از نام بوزمکوف گپ میزند سپاریش از بالا میگفت. یکان کس خوش نمیشد. حتی نچندیک را فکرسی نمیموند. جمشید ابرار و وهابی سیاه هم در هوای هوا بلندی های آنها لیتت میکردند و پرواز میکردند و از نام بوزمکوف گپ میزدند. آشکار و کارشان را جنایتشان انجام میدادند. ما در اصلاح چندین مطلب و دزدی ها و نرکبران بودن پدپلکونی که میلیتسیا خیرالله‌زاده قربانی ستار زمنشنی که پنج را نشر نموده بودیم. اما باز هم شریف نظر او را سردار شبکده در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تعیینش نمود. خوب دقت دهید. طبق معلومات رسیده خیرالله‌زاده قربان در کروگ خودش در دوشنبه که هنگام درس یک جا جمع شده بودند گفته است چی کارو میکنند مینویسند برنامه میکنند. شریف نظر 70,000 دادم باید 5 دمه موندنم. شریف نظر گفت که اوجا دیگه نمیشوه شومیخه کرد اصلاح ولی تیمور ملک ده موندنم. خوب دیدید چی افراد در یعنی که رئیس ملیسیا میمونند. خوب دقت دهید بینندگان عزیز گرامی، نشانلیک میلیسای پیشین جمعخان نظر بود 80,000 دلار از همین ها گرفت. جمعخان نظر بعدی وهابی سیاه را قپیدن یعنی در دو سه ماهی آخری کارش از نیم میلیون دلار زیاد گرفت و رفت. دل خواه کس را میخواست آورده میزد، خواهد سلفی میزد، خواهد دیگر چی میکند 20,000 دلاری آن بدبختی بیچاره ها و هوشان میکند. پیش از جمشید بچه رسول را قپیده 40,000 دلارش را گرفته گفته است که در تریتوری تاجیکستان نبینمد گم شو گفته است که من کجا میرم آخر من یگان کار نکردم آخر. حالا باشد جمعه نظر سخت مشغول کاروبار مواد مخدر است. به نزدیکی یک نیم ماه پیش چون که منبع از وزارت کارهای داخلی گفت چند نفرش در سوق با مواد مخدر بازداشت کردند. مردک برای رفته آنها را آزاد کرد. یعنی چون که میگن بوزمکوف یا فرمان داد آزاد شدند. حالا باشه جمعه نظر دور وظیفه بلنده ندارد اما گفته است که بوزمکوف وزیر شوه وظیفه خوب میتیه. اما رمضان رحیمزاده سخت بدش میدید است ولی حمایتگرشون بوزمکوف هست وزیر از دستش دیگر چیزی نمیآید. بله بینندگان گرامی، اکنون فهمیدید که چی گپ و چی خبرها در پنج و چی گونه وزارت کارهای داخلی کریشه نرکبرانها و چی گونه جنایت ها در کشور صورت میگیرند. نامه سومی که در این برنامه ما جای دادیم چنین است. میلیسه های پنج ملا نور محمد را چگونه کشتند. در ناحیه پنج با نام فیروزچه مشهور است. در پیش اداره شعبه وزارت کارهای داخلی پنج یک سمبوسه خانه است که در آنجا همچون پیش خدمت کار میکرد. این زن بوزی ملیسه ها و یک پستف چیک است. حاضر او را وابسته کرده گیم. سردار اوبوپی شبکده پنج عبیدالله نام داره. این عبیدالله یک ماشین 99 شلق داره. با همین فیروزچه همکاری زیچ میکند. بلکه فیروزه هم بوز و هم پستاین که عبیدالله میباشد. به نزدیکی یک ملایه را که 70 سال داشت از جماعت دهات نوری وحدت دهه شکردشت و هم سایه خود همین فیروزه است پستاوه کرد. نور محمد هیماتوف قبلا امام خطیب بود اما بعدا او را از کار گرفتند. در جای چاپلوسی خودشان را تعیین کردند. مرد زیایی خوب و دانش خوبی داشت. مردم قشلاق حرمتش میکرد. سالم و بردوام و با قوت یکان درد نداشت. متولد سال 1958 میلیسه ها همین فیروزه را ایسو اوسو کرده تشکیلش میکنند. میبرند پیشش میدارند. دسته مراتبه رفته من ترس دارم بابای ملا منابو خان گفته با باوریش درومده باوی خود رو میچسبورد. این بیوه همسایه خود همین ملا است. پیش دوملا میرود میگوید که دوملا مزم نیسته مرا بخون مرا وای کو ایسو کو اوسو کو گفته پیش میره با هر بهونه. یک دو بار میخونه سه بار میرود خود بیوه دویژن را سر میکنه. این ملا بیچاره هم چند سال میشه که زنش زن نداشته است یعنی بی‌زن بوده است. فیروزه دویژن را سر میکنه.
خوب دیگه آدم نفس دارد، دل خواه مرد نفس دارد، یک دو بار همین کارها را میکند، دفعه دیگر به واسه سیونکش میکند، با جایی و با عدل میدید. این واقع روزی 8 سپتامبر سال 2024 صورت میگیرد. خلاصه به واسه سیونکا کرده با ملیسا ها میتید و دفعه دیگر طور شرایط را میسازند که در عین مناسبت ملیسا ها زده خانه دار آمده ملا را دستگیر میکنند، میگیرند میبرنش عدل. ملا در اول چند بار رد کرده میگوید کلینم این کارا نکن، تو شوهر داری، یگان کس بدونه تا قشواق به ابرو میشیم، این کارت خوب نیست. فیروزه باشد جواب میدهد که دوملو پروا نکن، شوهر من در روسیه مرا پرتوفته رفتگی ای، شما هم بزن یگان کس پای نمیبرد. و با همین گپ ها ملا را با دوم خودش میاندازد. در همین حالت کارمندان میلیسیا در آمده ملا را دستگیر کرده زده زده به عدل میبرند. ملا را آنقدر میزنند و کلش میبندند که تو همین زن را تجاوز کردی، ما تو را ترمه میکنیم. و با همین گونه تهدید و فشارها میترسانند و ملا میگوید که من شرمندگی را نمیبردارم، چیزی گوید میارم این گپ یگان جا آوازه نشود، گفته التیموس میکند. و بعد میگه که مصفیت 3000 سومونی آورده بتی جواب میتیم، نباشد به وزارت کارهای داخلی میبریم، خوب دیگه فلان میکنیم. اگر 3000 سومونی آوردی ما تو را نمیشناسیم، تو مرا نمیشناسی. ملا بشاره راضی میشود. این ملا 4 فرزند دارد که در روسیه هستند، از 10 سال زیاد در آنجا کار و فعالیت دارند، پول را روان میکنند. این ملا پول را گرفته پیش عبیدلو میارد. عبیدلو ملا را درون کابینتش در آورده فیروزه را زنگ میزند، میگوید دویده کرده پیش ما بیا فیروزه جان. فیروزه میآید و از پولهایی که ملا آوردگی بود عبیدلو 10000 سومونیش در پیش ملا گرفته، یعنی که به فیروزه میتید و میگوید که این حق تو است. ملا را میگن که مصافیت خاید در زندگی چیو نمیشود، کارش دگی شد گپ همینجا مرد. اگر از اینجا برآمد همین زنک را یگان گپ میگوی خوب کنجی ترمه جات میکنیم، گفته قسم میدهد و جوابش میدهد. این ملا برآمده پسرانش را میگوید که من را به نزد خودتون فریاد کنید، من دیگر در تاجیکستان نمیستم، گفته بلیت میگیرانند و ایرپورت دوشنبه میرود. او را با چی سبب گذشتنی نمیمونند ایرپورت، میگویند مسافر تو تاجیکستان برآمده نمیتونی، گشته خونش میرود. در اول از گرمی درد آنقدر نمیفهمد، پگاهش از درون و دهانش خون میرود. در حال فرزندانش رو میگوید سلامتین بچه‌ام خوب نیست، بیایید. فرزندانش میآیند میبرند بیمارستان 5، آنجا قبولش نمیکند، راست میگیرند میبرند دوشنبه به بیمارخانه استقلال کارپوسی 5A میبرند میخواننش و دکترها آماده تشخیص میگذارند. و فرزندانش رو پیشش فریاد کرده میپرسند پدرتون رو چیکار کرد، یا کسی زد، یا از کجای افتید، گفته از پسرانش میپرسند. پسرش از دکتر میپرسد که برای چی این خل پرسیده ایستاده، تمام دل و جگرش دریده، لخت خون شده گیه. میگوید دکتران این را ما تبابت کرده نمیتونیم، و از بیمارخانه جوابش میدین. بعد 3 روز جوابش دادن که آدم نمیشود بگیره برش. او را در ملسخانه زده پول نخود معیبش کرده گیان، پولش را گرفته جوابش دادن. پگاهش در خونش غلطید، همسایه‌هاش گفتند که از ملسخانه آمد، مزهش تماما گریخسینی بچوش میگن. اما عبیدالله سردار اوباپ 5 با خبر شده اومده دکترها را چیکار کرد، که دکترها گفتند که ما هر کاری از دست و امکاناتمون بوده را انجام دادیم، دیگه نمیشود. پسرانش پدر را آورده در خانه توابت میکنیم، گفته اما فایده نمیکنه. بعدی 5-6 روز یعنی در سنه 27 سپتامبر ملا وفات میکند. من با نوشتن این حکایت جانگداز چی گفتن میخواهم، نه فقط ملای 5 را، بلکه تمام ما را این ظالمان یعنی اولاد امام علی رحمان و مقامات ملساش کشته ایستادند. این عبیدالله هم از همان دنقره است. شوهر فیروزه از این کار آگاه شده میگوید که من بر وقت فیروزه را یعنی زن ما طلاق کرده بودم. نامناسب شوهر فیروزه توردلیف گلمد است. و مردمی 5 گفتنیم چشمتان را کلان کشوید، امروز ملا را میکشد، پگاه ما را، برادر و اکو و خواهرمان را میکشند این ظالمان. فیروزه یک دختری دیگر دارد که 9-18 ساله میشود، این هم یک قحبه است. آگاه باشه جوانها، شما را هم پتسوه نکند. تخمینا یک ماه پیش با دهه ماشین عبیدالله لوبونیکی فیروزه یعنی اوباپی 5 میآید. رقم قد دولتی یعنی نمبر ماشینش 9990. این ماشین ساعت 1 شب میآید. بچهای قشلاق میبینندش میگویند که بیانگا این کارتون نکنید، قشلاق ما را به ابرو کردی با این کار حرامات. فیروزه بچهای قشلاق میگه که کارتون نباشه کونته ها. یک از این بچه ها این گپ سختش میرسه، میگه دهن تا راه بگی خفت میکنیم پای فیروزه. فیروزه پگاش میرود با عبیدالله همه ماجرا را زیاد و برزیاد کرده خبر میتید. عبیدالله این بچه ها را همش آماده دستگیر کرده میبره و ستیه اوباشیشون میزنه و 5 سوتکایی محکمشون میکنه و 7000 سومونی جریمهشون میکنه. این بود ماجرای فیروزه داملای مرحوم نور محمد هیمتوف و ملیسه های 5، خواننده و واقعا هم بیننده شبکه اصلاح. آنچه که اینجا دیدید واقعیتی محض است، هیچ حرف اضافه و افزوده نشده است. اگر حکومت حکومت است، اگر پرکرار پرکرار است، اگر امنیت امنیت است، اگر ملیسه ملیسه است،
اگر سود سود است، این حادثه ها روی نمی دادند. اما همه اینها یک تود اوباش و دزد و ارازیل هستند. دوستان بک چی گناه دارد؟ وای نه صاحب مغازه است، نه مال قبول میکند و نه فروشنده است. وای فقط به خواهش صاحب مغازه در غیابش برای چند ساعت در جای یعنی صاحب مغازه آماده است، میبرند او را چگونه 70,000 یعنی که جریمش میکنند. و یا همان مولا که اکنون دیگر زندگی را ترک کرد، هم 30,000 سامانی داد و هم کشته گردید. بلیسه را بینید که امنیتی راه قاچاقبران را تامین میکند، یعنی سپر وجدایشی. معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان علم شاهزاده عبدالرحمن یا بزمکوف میداند که یک مقام مسئول ملیسه در ناحیه با قاچاق مواد مخدر مشغول است، ولی باز رئیس شبکه دیگه تیمور ملک تعیینش میکند و همین معاون اول امکان دارد که کرسی وزیری را بگیرد، انا همین علم شاهزاده. خب واقعا هم بیننده عزیز و گرامی، خیلی وضعیتی بد و ناگوار ما و شما را انتظار است. ما همین خاطر است که میگویم هیچ وقت شما اعتماد به رحمان و مقامات دزد و غارتگری او نکنید. معلومات زیادی در مورد پنج به اصلاح همیشه و همیشه میرسد و چنانه که در مورد کشته شدن یکی از جوانان پنجی در جنگ اوکراین که چنانه که برای ما معلومات از این کشته شده در جنگ اوکراین که تقریبا 2 هفته پیش یعنی که کشته شد، نامش یوسف بود و از ناحیه پنج جماعت محور دهه ده بلند. بله بینندگان گرامی، چنانه که عکسش رو دیده استاده، این یوسف که از ناحیه پنج جماعت محور دهه ده بلند بود، یعنی چنین کشته شده ها در روسیه کشته می شوند، در جنگ اوکراین کشته می شوند، در داخل ناحیه پنج کشته می شوند. یعنی این از جنایت های یعنی رحمانوف و مقامات دزد و غارتگری او. انا همین از رحمانوف و انا همین از حکومت دولت و دولت داری رحمانوف لعنت کرده الله. اگر حالا هم از رحمانوف راضیید و می گوید که او است یعنی پیشگوی سیاره و زمین و تاجکان دنیا، پس به پیشگو بودن من بهتر نبود که اینقدر کشته و ظلم و ستم نگردیم. خب امیدوارم که پند از این بگیرید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.